برپایی تجمع و نماز وحدت روز جمعه در 6 استان به پا خواسته عراق علیه حکومت مالکی و مداخلات رژیم آخوندی، به رغم ادامه توفباران و آتشباری مالکی روی مردم بیدفاع. نماز وحدت در استانهای به پا خواسته در میان موج بمب‌گذاری ها و حمله به مردم و مساجد و دستگیری توسط مالکی برگزار شد و شرکت کنندگان بر ایستادگی بر مواضعشان تاکید کردند. خطیب تکریم: مالکی در جنگ کثیف خودش علیه مردم علمبار اسرا را به قتل رساند، زخمی ها را کشت و اجساد را مثله کرد. در 405 روز تحصن و در 35 روز بعد از حمله به تحصن رمادی، امروز نماز جمعه در استانهای به پا خواسته با عنوان کمک به انبار وظیفه نیکان برگزار شد. خطبای جمعه در سخنانشان بر روی کمک به مردم انبار در مقابله با تهاجم نیروهای مالکی و جنایات مالکی در حمله به فلوجه و علمبار متمرکز بودند. نماز جمعه این هفته مستقیماً از تلویزیون‌های الجزیره مباشر، بغداد، الرافدین و تغییر پخش شد. وأكد المشاركون في الصلاة الموحدة ثباتهم على مواقفهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة. تلویزیون الفلوجه گفت شرکت کنندگان در نماز وحدت بر پایداری بر مواضعشان تا برآورده شدن خواسته های مشروعشان تأکید کردند. ما غلط التضحيات. به گزارش تلویزیون التقریر، خطیب جمعه تکرید اعلام کرد دولت مالکی در این جنگ کثیف خودش علیه مردم ما در علمبار اقدامات غیر انسانی انجام داد. آنها اسرا را به قتل رساندند، زخمی ها را کشتند و اجساد آنهایی را که جان داده بودند مثله کردند. آنها اموال و دارایی های مردم را چپاول کردند، مساجد و بیمارستان ها را بمباران کردند، خانه ها را خراب کردند و مردم را کوچ دادند، بدون اینکه برایشان زن و مرد و کودک و پیر و جوان تفاوتی بکند، و این بروز ماهیت آنهاست. خطیب تکرید افزود نیروهای مالکی یک ماه است که نتوانستند حتی یک وجب در فلوجه و رمادی پیشروی کنند. خطیب تکرید گفت رژیم خمینی در جنگ 8 ساله با اسرای عراقی کارهایی کرد که در تاریخ نمونه نداشته است. آنها برخی را زنده زنده زیر شنی تانک له کردند، روی برخی دیگر بنزین ریختند و زنده زنده آنها را سوزاندند و دست و پای برخی را بریدند و برخی را از هلیکوپتر پرت کردند و سپس برخی را زنده زنده از دو طرف با خود رو کشیدند تا دستانشان از کتف جدا شد. كان معنى الارهاب قتل الاطفال فوالله لقد قتلتم الاطفال. به گزارش تلویزیون الفلوجه، خطیب جمعه در فلوجه گفت نیروهای مالکی زنان و کودکان را به قتل می‌رسانند و مساجد شهر را منهدم می‌کنند. خطیب فلوجه گفت اگر معنی تروریسم قتل کودکان است، به خدا که شما کودکان را به قتل رساندید. اگر معنی تروریسم آواره کردن زنان است، شما زنان را آواره کرده اید. اگر معنی تروریسم توباران خانه های خداست که در آن رکوع و سجود می کنند، شما توباران کردید و کوبیدید و شرتان را بر روی خانه های خدا ریختید. و اذا کان معنى الارهاب تشرید النساء فقد شردتم النساء و اذا کان معنى الارهاب قصف بیوت الله بین الراکع والساجد فيها فقد قصفتم فقد ضربتم فقد القيتم شرركم على بيوت الله. خطیب جمعه سامر را جنگ علیه شهر فلوجه و مردم صلح‌جویان را محکوم کرد و خواستار توقف حملات شریرانه مالکی علیه استان علمبار شد. خطیب جمعه سامر را در پیامی به مردم انبار گفت به ریسمان خدا چنگ بزنید و به سیره پیامبر اکرم متوسل شوید. خطیب سامر را در پیامی به مسئولین 6 استان به پا خواسته آنها را فرا خواند که در یاری رساندن به برادرانشان در انبار مسئولانه برخورد کنند.
در بغداد نماز جمعه در مساجد امام الاعظم در اعظمیه، مسجد حسنین در العامریه، مسجد رحمان در خزرا، مسجد بلال حبشی در یرموک، مسجد دراغ در منصور، مسجد شاکر ابو در سیدیه، مسجد مکه مکرمه در الدوره اول و مسجد توحید در الدوره دوم برگزار شد. استنکر شیخ عدنان العانی خطیب و امام صلاة الجمعه. به گزارش تلویزیون رافدین، همزمان با تظاهرات امروز، شیخ محمد عبدالکریم اللهیبی امام و خطیب مسجد الحسنین در العامریه و عضو انجمن امامان و خطیبان بغداد دستگیر شد و آتشباری کور منطقه آلبو فراج منجر به کشته شدن یک کودک و سه تن از شهروندان گردید.